سلام، خوش اومدید همگی به یک ویدیو دیگه از خبرهای روزانه بازی فورتنایت. دوباره با خبرهای جدید برگشتم که بهتون بگم خبرهای خیلی جالبی تو این ویدیو داریم که خودتون خواهید دید، مثل اینکه بازی فورتنایت چیزای خیلی زیادی رو در مورد چپتر 2 بازی به ما نشون داده بود قبل اینکه اصلا چپتر 2 بیاد، که خیلی باحاله و توی این ویدیو همه رو با هم میبینیم. در مورد فصل 3 بازی فورتنایت اطلاعاتی داریم که یوتیوبر مشهورمون میوسلپ در موردش صحبت کرده، که معمولا یوتیوبرها چیزایی رو که میگن درست از آب در میاد. توی این ویدیو بررسی میکنیم و خیلی از موضوعات جالب دیگر هم توی این ویدیو داریم. ویدیو قبلی و ویدیوهای قبلی واقعا عالی بودیم، ببینیم این ویدیو چیکار میکنیم. پس همتون یه لایک بزرگ به ویدیو بدید، ببینیم توی این ویدیو میتونیم 1500 تا لایک رو بگیریم یا نه. و تازه با کانال آشنا شدید، سابسکرایب رو فراموش نکنید و جزو آیرو گنگ بشید. کاری نداره، اون سابسکرایب رو بزنید و مشترک بشید در کانال و از هیچ چیز جدیدی در مورد بازی فورتنایت عقب نمیمونید. و بدون هیچ معطلی دیگه بریم ببینیم توی بازی فورتنایت چه خبر شده و چه رازهایی رو بازی فورتنایت از ما پنهان کرده. خب اول ویدیو یه خبر خوب داریم در مورد این هفته، بعد از اینکه ما 2 هفته از آپدیت جدید دریافت نکردیم، که بازی فورتنایت مثل اینکه آپدیت جدید رو به فایلا برای آوردن به داخل بازی اضافه کرده، که میتونید روی صفحه حرف هایپکس رو ببینید که نوشته آپدیت 12.60 به سرورهایی که باید به داخل بازی اضافه بشن اضافه شده و در آپدیت این هفته به داخل بازی میاد. پس ما این هفته یک آپدیت خیلی بزرگ داریم، چون این آپدیت به خاطر بزرگ بودن آپدیتش به احتمال زیاد جزئیات جدیدی رو در مورد ایونت روز قیامت داره، فایلایی داره که قرار لیک بشه در مورد ایونت روز قیامت و فصل 3 بازی فورتنایت، و به احتمال زیاد تیزرهای ما کاملتر بشن در مورد فصل 3 و اسکینای جدیدم که طبق معمول دریافت میکنیم توی بازی، چون خیلی وقته که اسکین جدید فورتنایت به فایلا اضافه نکرده و چندین تا باگ هم هست که من در ویدیو قبلی هم در موردش صحبت کردم، که ببینیم تو این آپدیت بزرگ چی میشه. و زمانی که آپدیت نیاد خبرها و موضوعات جدیدی که قراره توی بازی باشن دیگه کم پیدا میشن و من تمام سعیمو میکنم که تا آپدیت جدید با بهترین ویدیوها شما رو سرگرم کنم. خب از این موضوع آپدیتی بگذریم که یکی از مهمترین چیزها در داخل بازی فورتنایت، برسیم به موضوع بعدیمون که مربوط میشه به داغون شدن اپیک گیمز که دیروز اتفاق افتاد و اپیک گیمز کلا نابود شد دیروز به خاطر رایگان شدن بازی جی تی ای وی. در تمام جهان بازیکن‌ها به سمت اپیک گیمز هجوم بردن و اپیک گیمز کلا داون شد و کسی نمیتونست وارد بازی فورتنایت هم بشه و داشتن بازیکن‌ها از روش‌های دیگه استفاده میکردن تا وارد بازی بشن بدون اپیک لانچر، که حتی در توییتر هم خیلی ترند شده بود این موضوع که بازی جی تی ای وی رایگان شد. و بهتون بگم که این نسخه ای که رایگان شده پریمیوم هستش، یعنی شما 1,000,000 دلار توی بازی دریافت میکنید و چیزهای مختلفی که مخصوص پریمیوم هستش رو توی بازی دریافت میکنید، ولی باید اولش 7 روزی بازی کنید در بخش آنلاینش تا اینا رو به شما بازی جی تی ای بده، که از این بهتر نمیشه، چون بازی جی تی ای بخش پریمیومش اونقدر ارزون نیست برای خریدن، ولی الان رایگان شده. خوشبختانه مشکل اپیک گیمز الان حل شده و دیگه هیچ مشکلی نداره، شما میتونید به راحتی بازی کنید، ولی از این به بعد اپیک گیمز خوبه که سرورهای لانچرش رو قوی تر کنه قبل اینکه یه بازی رو رایگان میکنه برای مردم، چون دیگه الان همه توی خونه هاشون هستن و همه هجوم میبرن به بازی رایگان و هیچکی نمیخواد این فرصت ها رو از دست بده. خب از این موضوع بازی رایگان بگذریم که واقعا موضوع جالبی بود، برسیم به موضوع بعدیمون که مربوط میشه به برد بازی با فقط نشستن روی صندلی توسط لیزر بیم، یکی از یوتیوبرای دوست داشتنی بازی فورتنایت، که بهتون بگم واقعا عالی کار میکنه این یوتیوبر و یه کار خیلی جالب رو توی بازی انجام داد که فقط با نشستن روی صندلی تونست بازی رو ببره، که از این بهتر نمیشه. که بریم با هم این کلیپش رو ببینیم و برگردیم. London just goddamn came in and left me. What the? خب خودتون دیدید فقط 5 متر حرکت کرده بود توی بازی و مستر فرش ایژن خیلی بهش کمک کرد توی این بازی، و اگر اون نبود اصلا نمیشد. با هم سعی کرده بودن توی یه بازی بیفتن و این کارو انجام دادن، که معمولا از این کارا خیلی لیزر بیم انجام میده. اگر میخواین ویدیو کاملش رو ببینید، من یک لینک در توضیحات ویدیو میذارم که شما میتونید برید ببینیدش. حالا من در مورد همکار و دوستش میوسل کم توی این ویدیو در موردش صحبت میکنیم، ولی از این موضوع بگذریم برسیم به موضوع بعدیمون که مربوط میشه به اسکیل بیس
بیس مچ میکینگ در داخل بازی فورتنایت که این دفعه سایفر پیکی که خیلی ها میگفتن که باعث شده که اسکیل بیس مچ میکینگ به داخل بازی برگرده و بازی رو سخت کنه توییت کرده که اسکیل بیس مچ میکینگ مثل اینکه فعال نشده و بر نگشته، فقط بات ها و ای آی های داخل بازی کم شده و بازیکن ها الان از 40 تا 70 نفر واقعی هستن در داخل بازی که واقعا عالیه که منم فکر میکنم که بات ها رو فقط بازی فورتنایت کم کرده، ولی اول هممون فکر میکردیم که حتما اسکیل بیس مچ میکینگ دوباره فعال شده، ولی مثل اینکه فورتنایت دوباره بازیکن ها رو بالانس کرده و دیگه بازیکن های خیلی قوی رو با شما نمیندازه و سعی کرده دوباره رندومش کنه، فقط تعداد بات ها رو آورده پایین که من خودم چندین تا بازی رو انجام دادم و متوجه شدم که خیلی بهتر شده نسبت به اون روز اولی که گفتم اسکیل بیس مچ میکینگ دوباره به داخل بازی برگشته و در حالت اسکواد دیگه نمیشه بازی کرد با وجود حرفه‌ای که برای جام جهانی میجنگن. نظر شما چیه؟ بازی های اسکواد الان نسبت به دو روز قبل راحت تر شدن یا نه؟ توی کامنت ها حتما بگید و بگید که شما الان چی فکر میکنید در مورد بازی اسکواد و به نظرتون میتونید راحت تر بازی کنید یا سخت تر. خب از این موضوع بگذریم برسیم به موضوع بعدیمون که مربوط میشه به مپ چپتر 2 بازی فورتنایت. دیگه فکر کنم همه میدونید که ما یه بخش داریم به نام سیو دی ورلد در داخل بازی فورتنایت که زیاد مربوط به بتل رویال نیست، ولی مثل اینکه فورتنایت خیلی چیزا رو در مورد چپتر 2 بازی فورتنایت به ما نشون داده ولی ما اهمیتی بهش ندادیم که میتونید روی صفحه ببینید که یکی از لیکرها نوشته مپ چپتر 2 بازی در مپ سیو دی ورلد به نمایش در اومده بود ولی ما حواسمون بهش نبود که میتونید عکساشو روی صفحه ببینید که این درست چندین ماه قبل اینکه چپتر 2 بازی فورتنایت بیاد به نمایش در اومده بوده در داخل بازی در بخش سیو دی ورلد که خیلی‌ها فکر نمی‌کردن این قرار مپ چپتر 2 بشه که بازی فورتنایت از این کارهای مخفی زیاد انجام میده که کلیپی هم ازش دارم که در فتوشاپ اینا رو با هم مقایسه می‌کنه این لیکر. بریم با هم این کلیپو ببینیم و برگردیم. من معمولا سیو دی ورلد بازی میکنم ولی توجهمو جلب نکرده بود چندین ماه قبل از اومدن چپتر 2 بازی فورتنایت، چون کسی فکر نمیکرد که توی سیو دی ورلد قراره مپ چپتر 2 به نمایش در بیاد. پس الان کسایی که سیو دی ورلد بازی میکنن حواسشون باشه که ممکنه مپی رو یا چیزی رو از سیو دی ورلد بازی فورتنایت وارد مپ اصلی کنه. از این بخش موضوعات مربوط به چپتر 2 بگذریم برسیم به بخش بعدی که مربوط میشه به تئوری موسلک، یکی از یوتیوبرهای بزرگ بازی فورتنایت که در توییتر اینو به نمایش درآورده که میتونید صفحه ببینید نوشته فصل 3 مثل اینکه قراره مقدار زیادی شناور شدن و آب داشته باشه، ولی این در حالیه که خیلی ما زمین‌های پست و کم ارتفاع در داخل بازی فورتنایت داریم مگر اینکه بخوان قسمت‌هایی رو از داخل مپ حذفش کنن. نوشته مگر اینکه این گلیچ‌هایی که داره توی نقشه بخش بتل پاس بازی فورتنایت در لابی داره به ما نشون داده میشه، این گلیچ‌ها مربوط باشن به قسمت‌هایی که قراره در فصل 3 بازی فورتنایت در حالت پر ارتفاع باشن که این حالت ممکنه که میتونید روی صفحه کامل ببینید که واقعا این حالت ممکنه. اگر قرار مپ به زیر آب بره حتما قسمتایی هستن که روی آب بمونن و قسمتای قبلی فقط زیر آب برن که فورتنایت ممکنه این کارو انجام بده و این گلیچی که داره توی بخش بتل پاس به نمایش در میاد مربوط باشه به بالا اومدن مپ که قسمتای دیگش به زیر آب برن و قسمتای جدیدی سر از آب بیرون بیارن که واقعا ممکنه تئوری میوسلک درست باشه. شما چه نظر و تئوری دارید حتما توی کامنت ها بگید. داریم همینجوری به فصل 3 نزدیک و نزدیکتر میشیم و کمتر از یه ماه مونده که فصل 3 بیاد و در 4 جون ما فصل 3 رو میبینیم. قابل توجه شماهایی که میپرسید فصل 3 قراره کی بیاد، دیدم خیلیاتون میپرسید که فصل 3 درست کی میاد که کامل متوجهش بشید. البته اگر فورتنایت دوباره عقب نندازه که خیلی ها دیگه ناراحت میشن، چون از چندین ماه پیش گفته دیگه فصل رو عقب انداخته، دیگه فکر نکنم دوباره بخواد فصل رو عقب بندازه. حتما نظریات و تئوریاتونو در مورد ایونت روز قیامت و فصل 3 بازی فورتنایت توی کامنت ها بگید. تا اونجایی که میتونم سعی میکنم که بخونم و از نظریات و تئوری های شما استفاده کنم و در ویدیوهای آینده
توی ویدیو اضافه شون کنم. مرسی از همه شما به خاطر نظریه ها و تئوریاتون در مورد فصل 3. یک چیز خیلی مهمی که در هر گروه و کامیونیتی در یوتیوب وجود داره اینه که کامیونیتی و گروه فعالی داشته باشه، که شما فکر کنم یکی از فعالترین کامیونیتی ها و گروه ها بین کانال های یوتیوب دارید، که واقعا من بهتون افتخار میکنم. از این موضوع بگذریم، برسیم به موضوع بعدیمون که مربوط میشه به لابی جدید بخش کریتیو که قراره به داخل بازی اضافه بشه. همونطور که میبینید روی صفحه، قراره لابی جدید با حالت فرودگاه به داخل کریتیو اضافه بشه که مربوط میشه به 9 جون، یعنی بعد از اومدن فصل جدید. که آیا این ممکنه ربطی داشته باشه به فصل جدید بازی فورتنایت؟ به خاطر اینکه اگر قرار باشه لابی در 9 جون تبدیل بشه به یک بخش هواپیما و اینجور چیزها، این نشون میده که ممکنه در فصل جدید چیزی رو ما مثل هواپیما توی بازی ببینیم. چون معمولا زمانی که لابی کریتیو عوض میشه، یه چیزی شبیه میشه مثلا به ایونتی که قراره توی بازی اتفاق بیفته. مثلا اگر هالووین رو یادتون باشه یا کریسمس، بخش کریتیو شکلاش تغییر میکنه، که اینم ممکنه و من احتمال چنین چیزی رو میدم. یا اینکه ممکنه اصلا فقط یک لابی باشه که یکی از بازیکن‌ها به صورت حرفه‌ای درست کرده باشه. شما چی فکر میکنید در مورد این موضوع؟ حتما توی کامنت ها بگید. از این موضوع بگذریم، برسیم به موضوع جنجالی که چندین وقته که توی بازی فورتنایت اتفاق افتاده، و اون زیر سوال رفتن یکی از بازیکن‌های مشهور در بخش مسابقات حرفه‌ای بازی فورتنایت و فورتنایت چمپیون سریزه، که فورتنایت اونو به صورت کامل از داخل بازی بن کرده. و که این استریمر اسمش کوید هستش اگر اشتباه نکنم، که یه دفعه ای از وسط فورتنایت چمپیون سریز بند شد، که خیلی هم جالب بود. که بریم اول کلیپش رو ببینیم و برگردیم. What? Who logged in? Who logged into my account? خیلی جالب بند شد و فورتنایت گفت بیا بیرون از بازی، حوصله‌تو نداریم. که خودش میگه که من هیچ کاری نکردم و از هیچ چیزی استفاده نکردم در بازی، و فورتنایت منو اشتباه بند کرده. که من فکر نکنم فورتنایت اشتباه کسی رو بند کنه، و معمولا یه کاری رو انجام دادن که فورتنایت اونا رو بند کرده. بگم که این استریمر به تمام بازیکن‌های حرفه‌ای و یوتیوبرها پیام داده از اپیک گیمز درخواست کنن که اونو از بند در بیاره، و از فورتنایت درخواست کنن. که خیلی‌ها زیر بار این حرفم نرفت، و من با اطلاعاتی که جمع آوری کردم به اطلاعات خوبی دست پیدا کردم که مثل اینکه بیگناه هم نیست. این استریمر در ماهای گذشته به سایت هایی که مربوط میشن به ایمبات و ایم اسیست پیام داده که ازشون نرم افزارهایی دریافت کنه، که اون سایت ها هم گفتن که چنین اتفاقی افتاده، که مثل اینکه فورتنایت هم برای همین بنش کرده. و کلیپی هم ازش دارم که توی بازی به نمایش در اومده، که ممکنه مربوط به همین استفاده از ایمبات و ایم اسیست باشه. که بریم با همین کلیپو ببینیم و برگردیم. خب همونطوری که دیدید نمیشه به صورت 100% گفت از ایمبات استفاده میکنه، ولی بازم احتمالش هست. اگر این بازیکنو از بند در بیاره، باید بره جارویس هم از بند در بیاره، که خیلی وقت پیش بنش کرده، که اصلا جارویس بازی حرفه‌ای هم نمیکرد و داشت توی بازی معمولی هک میکرد. من هنوزم نمیفهمم که چرا بازیکنهای حرفه‌ای که بازیشون خوبه سعی میکنن که از ایمبات استفاده کنن. از این بخش بگذریم، برسیم به بخش بعدی که مربوط میشه به درخواست فوق العاده بالای شما در مورد اسکین مارشملو و کنسرت مارشملو در داخل بازی فورتنایت، که خیلیاتون در کامنت ها هی میپرسید که سینا کی قراره بیاد ما براش وی باکس ذخیره کنیم یا نه. که بچا کنسرت مارشملو 100% در داخل بازی فورتنایت قرار اجرا بشه، زمان مشخصی نداره. زمانی که بیاد قراره یک حالت جدیدی اسکینش داشته باشه طبق فایل های بازی، و قرار رپ مخصوص خودش هم داشته باشه، که همه اینا رو زمانی که بازی فورتنایت اعلام کنه میبینیم. چون بازی فورتنایت هر دو هفته یه بار یه کنسرت داره، من فکر کنم جمعه یا شنبه هفته بعدم این کارو دوباره انجام بده به احتمال خیلی زیاد، یعنی دی جی هایی رو دوباره دعوت کنه در پارتی رویال بیان و برای ما اجرا کنن، که من چنین احتمال میدم. زمانی که قراره بیاد حتما شما رو زودتر از اونی که فورتنایت هم به شما بگه مطلع میکنم. خب بچه ها، این بود از آخرین خبرهای بازی فورتنایت برای امروز. سعیمو کردم که از هیچ چیز جدید بازی فورتنایت عقب نمونید و هیچ چیز جدیدی رو از دست ندید. حتما نظرات و تئوریاتون رو در مورد موضوعاتی که در این ویدیو بودن توی کامنت ها بگید، به خصوص بخش فصل 3 و ایونت روز قیامت که خیلی نزدیک شدیم
ما آپدیت این هفته قرار خیلی از چیزها رو به ما نشون بده. به نظر من یکی از فعالترین کامیونیتی و گروه های یوتیوب رو داریم، آیرو گنگ. واقعا باید به خودمون افتخار کنیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما در 5 ثانیه یه لایک بزرگ به ویدیو بدید، و تازه با کانال آشنا شدید سابسکرایب رو فراموشی نکنید. سابسکرایب کاری نداره، اون سابسکرایب رو بزنید و وارد گروه آیرو گنگ بشید. خیلی‌ها می‌پرسیدن که چجوری وارد آیرو گنگ بشیم، که این تنها راشه و زنگوله کنارش هم که فراموش نکنید که بزنید. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. ویدیوهای قبلی من حتما نگاه کنید. همتون عشقید. من سینا راستم و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.